چراغامون کو. آها خب فکر کنم الان لایویم دیگه ها. به به احتمال زیاد لایویم. هنوز کسی نپیوسته ولی یواش یواش بچه ها خواهند اومد. خب درود درود به همگی، امیدوارم که خوب و پیروز باشید بچه ها، همه حالتون روبرا و خوش باشه هر جایی که هستید. رضای عزیز خیلی مخلصیم، امیدوارم هر جا هستید بچه ها در حال ترکوندن باشید و سلامت باشید، پیروز باشید. امروز ما اومدیم و میخواییم یه خورده صحبت بکنیم راجع به ویدیویی که اخیرا من گذاشتم رو یوتیوب، که راجع به مدارک سری CIA بوده که سال 2003 بعد از 30 سال فاش شد. خود CIA دیکلاسیفایشون کرده بود و 2013 یا 15 اگه اشتباه نکنم تازه اومده بود بیرون این مدارک. اگه که ویدیو رو ندیدید، ویدیوی خیلی خیلی سنگینیه، ویدیو سنگین نیست، یعنی مدارک خیلی سنگینیه که من فقط راجع به شاید 2 تا پاراگرافش دارم توی 2 ساعت صحبت میکنم. یه چیزی بوده 2 ماه 3 ماه حسین من طول کشیده که بتونم این ویدیوها رو بخونم و ببخشید بتونم مدارک رو بخونم و بالاخره این ویدیو رو تونستم درست بکنم، به خاطر اینکه ویدیویی که برای من خیلی ارزش داره که بتونم راجع به اطلاعاتی که حالا به انگلیسی هست و خیلی موضوعی سختیه که همه دنبال جواباش هستن با بقیه به اشتراک بگذارم، به خاطر اینکه همونطوری که تو ویدیو من دارم میگم متاسفانه باورهای بنیادی انسانها بر این اساس هستش که ترس از پس از مرگ تنها قدرتیه که انسانها میدن به دینها و باورهاشون که کنترلشون میکنن، و اگه که ما از بعد از مرگ نترسیم که در واقع از اتفاق مرگ هست و برامون روشن بشه که چه اتفاقی میفته به خاطر اینی که برای هزاران سال دین ها از ما اینا رو دروغ پنهان کردند حقیقت رو و به ماها نگفتند، در صورتی که این اطلاعات همیشه بوده برای بشریت، در اون نقطه دیگه هیچ کسی هیچ قدرتی روی انسان نخواهد داشت و تازه ما شروع میکنیم به اینی که زندگیمون رو در دست خودمون بگیریم. در غیر این صورت ما همه برده و زندانی باورهای خودمون هستیم که اون باورها از طریق دین، از طریق فرهنگ، از طریق زبان، از طریق خانواده به ماها بدون اینی که ما حتی انتخابی درش داشته باشیم داده میشه و به یک جایی میرسه که ما هیچ کدومون حتی نمیفهمیم که تمام چیزهایی که فکر میکنیم حقیقت داره هیچ کدوم حقیقت نیست و همش فقط باورهاییه که برای خود ما درسته. در جاهای مختلف دنیا میتونید ببینید که انسانها باورهای متفاوتی دارن، حتی مثلا راجب خود مرگ، راجب زندگی، راجب هر چیزی. شما میتونید ببینید در جاهای متفاوت دنیا کسایی هستن که باورهاشون کاملا با هم متمایزه. مثلا ما توی جمعیت 8 میلیاردی کره زمین تقریبا 1 میلیارد، بالای 1 میلیارد نفر آدم هستن که اصلا به وجود حتی خدا هم باور ندارن و هنوز دارن زندگی میکنن. آدمای بسیار موفقی هستن، آدمای بدبختشون هست، خوشبختم هست. توی آدمایی هم که به خدا باور دارن و به دین باور دارن هم خوشبخت هست هم بدبخت هست. پس اینی که ما به چی باور داریم نتیجه این نمیشه که زندگیمون اینجا بهتر باشه و فقط باعث میشه که خودمون برای خودمون بر اساس باورهایی که داریم در هر قسمت زندگی یک سری محدودیت درست بکنیم که اون محدودیت ها از اولینش و بزرگترینش محدودیت هایی که ما در مرگ برای خودمون درست میکنیم که اونا هم چیزاییه که دین ها واقعا حقیقتا توی ذهن ما میکنن. از بچگی که آره همش نگران اون دنیا باشید، کارهایی که این دنیا میکنید اگه به حرف ما گوش ندید اونجا سرتون میاد، پدرتون در میاد، آتیش تو حلقتون میکنیم، موهاتون رو میکنیم. ما که نه، یعنی حالا هر کسی،
و کلی موارد دیگه که باعث میشه زندگی این ور رو ول بکنیم، بچسبیم در نگرانی زندگی اون ور، در صورتی که کل این ماجرا همش فقط برای کنترل همین زندگی اینجاست که اینا میخوان فقط ما زندگی اینجا رو بدیم در دستشون. خلاصش که من یکی از بچه ها که حالا من میخوام فقط ببینم که اومده هنوز به ما پیوسته یا نه، میخوام ازش دعوت بکنم چون خیلی سوالای خوبی داشت میکرد از من و من به بچه ها گفتم که هر کسی که میخواد سوالی بکنه بیاین اینجا، به خاطر اینکه هم سوالاش یه خورده طولانی تر میشه و هم برای من سخته بخوام تایپ بکنم تا جواب بدم، هم همین که گفتم ممکنه سوالهای کسای دیگه هم باشه. اگه اجازه بدید من یه لحظه بچه ها دعوت بکنم از این دوستمون که بیادش بالا. آها الان براش اینوایت فرستادم. اگه که شما هر کدومتون این ویدیو رو دیدید واقعا دمتون گرم، اگه ندیدید ازتون دعوت میکنم که برید این دوتا ویدیو رو ببینید، به خاطر این که تو این دوتا ویدیو ما داریم در مورد یک سری مدارک صحبت میکنیم که تقریبا این مدارک 29 صفحه هست بچه ها که سازمان سیا که سازمان سیا توی سال 83 یه سری تحقیقات اساسی کرده بوده. درود درود، حال شما؟ مرسی، ممنونم. خوب هستی؟ ممنونم، مرسی. شما خوبی؟ سپاس سپاس، ممنون که به ما پیوستی و مرسی که هم ویدیو رو دیدی و هم این که حاضر شدی بیای و سوالا رو اینجا بپرسی که شاید بقیه هم بتونن ازشون استفاده کنن. چه خبر؟ شما کجا هستید؟ من ایرانم، شمال. به به، درود به شما. مرسی. خب بگو ببینم اسمت چیه؟ شکوفه هست؟ بله بله. خب شکوفه خانم بگو ببینم که چه، بذار من اول یه لحظه این کامنت ها رو ببندم. خب بگو ببینم شکوفه جان، اول ویدیو رو دیدی؟ دوتا قسمتش رو دیدی؟ بله هر دوتا قسمتش رو دیدم. خب بسیار عالی، یه چند تا سوال داشتی از من که سوالای خوبی هم بود، بگو ببینم که سوالات چی بود. اول سوال من اینه که اصلا حالا با این تفکر ما دین رو چی تعریف میکنیم؟ چون به هر حال ما داریم میبینیم یه سری مفاهیم مشترک هست بین این مواردی که الان داریم راجبش میخونیم یا بهش رسیدیم تو ذهنمون و مواردی که تو دین مطرح شده. یه سری مفاهیم مشترک وجود داره. خب پس تکلیف اون مفاهیم مشترک چی بوده؟ پس ما نمیتونیم 100% دین رو چه میدونم انکارش کنیم یا بزنیم زیرش یا بگیم کاملا ساخته یه حالا دست بشر بوده، چون یه سری موارد هم احساس میکنم وجود داره. نظر شما چیه؟ ببین یه چیزی که هست اینی که هیچ کس نمیگه که دین اوکی اینجوری بهت بگم، اگه که بخوای فکر بکنی دین اصلا چیه و از کجا اومده، چون دقیقا درست میگی، نهایتش اینه که نگاه کن حقیقت هستی و حقیقت بودن و حقیقت دنیا یک حقیقت بیشتر نیست. یعنی هر کسی تو از هر راهی که بخوای بری، تو فیلم مارمولک هم اینو میگفت، میگفت راه رسیدن به خدا زیاده. خب راست میگه، از هر جا بخوای بری نهایتش به یه جا ختم میشی. منتهای مطلب یه اتفاقی که باید افتاده توی این چند هزار سال و باید در نظر ما بگیریم اینه که دین ها هیچ کدومشون نیومدن برای هدفی که امروز دارن استفاده میشن. خب تو هر کدوم دینو که بخوای نگاه بکنی یا هر پیغمبری رو که بخوای نگاه بکنی، این پیامبرا همه آدمای اینلایتند هستن. به انگلیسی بهشون میگن اینلایتند، یعنی انسانهایی که بیدار شدن و به این قدرت انسان بودنشون دست پیدا کردن. مثلا حضرت عیسی، خب
که میگفتن آدما رو شفا میداده کاملا حرف درستیه. عیسی میتونسته آدما رو شفا بده، بیناها رو نابیناها رو بینا بکنه، میتونسته با انرژیش آدما رو درست بکنه. منتها اتفاقی که میفته اینه که آدما فکر میکنن فقط عیسی میتونسته این کارو بکنه. امروزه در دنیا بسیار بسیار زیادن انسانهایی که میتونن با قدرت و انرژی شفا بدن، درسته؟ عیسی اومده بود و در زمان خودش داشت همینو میگفت، میگفت بابا این چیزی رو که من پیدا کردم، این انرژی رو که من درونم پیدا کردم تو همه شماها هست، خودتون بهش دسترسی پیدا بکنید و میتونید از قدرتایی که من دارم که شما هم دارید، که ما همه یکی هستیم به خاطر اینکه از یه جا اومدیم، شما هم استفاده بکنید. در نتیجه دین رو تو، ولی اتفاقی که افتاد اینه که نمیدونم اینو میدونی یا نه، مثلا کتاب انجیل تا چند صد سال بعد از عیسی حتی نوشته نشده بود. خب کتاب انجیل رو چند صد سال بعدش نوشتن و وقتی که شروع کردن به نوشتن، شروع کردن از حرفایی که میزد سوء استفاده کردن، برای اینی که دقیقا همون کاریه بکنن که تو اسلام به وجود اومده، توی کلیمیا به وجود اومده. یعنی حتی کلیمیان دینشون بر همین پایه بوده، حتی محمد هم همین حرفا رو میزده به مردم زمان خودش، خب که مردم بیاین بیدار شید. وقتی تو نگاه میکنی که محمد رفته بوده توی اون غار برای خودش چند مدت طولانی داشته چیکار میکرده، محمد شهر رو ول میکنه، حالا به هر دلیلی، هر کسی میتونه هر چیزی بگه، بگه آقا از شهر کردنش بیرون یا اینکه خودش رفته، اونش مهم نیست، میره توی یک غار و شروع میکنه با خودش مدیتیت کردن. همینجوری که این مدیتیت میکنه میکنی بالاخره به اون استیت سمادی میرسی، یا همون حرفایی که توی مدرک CIA داشته راجبش صحبت میکرده که تو میتونی از بدنت بیای بیرون، و وقتی از بدنت میای بیرون همون اتفاقایی میشه که محمد توصیف میکنه که من رفتم از بدنم بیرون و داشتم وارد بهشت شدم، و اون فکر میکرده که وارد بهشت شده. That's okay. یک چیز مهمی که هست، ما تو ویدیو هم راجبش صحبت میکنیم، هر انسانی وقتی که تجربه از بدنش بیرون اومدن رو داره تجربه میکنه، بر اساس باورهای روی کره زمینش میفهمه، فکر میکنه که جایی متفاوته. اون کسی که به خدا باور نداره، اگه بتونه از بدنش بیاد بیرون با مدیتیشن، یعنی وقتی که بتونه، نه اگر، وقتی که بتونه، به خاطر اینکه همه باید اینو متوجه باشن که بیرون اومدن از بدن یک حقیه که انسانها باهاش به دنیا اومدن. میفهمی چی میگم؟ یعنی این چیزی نیستش که من بتونم تو نتونی، عیسی بتونه ما هیچ کدوم نتونیم، همه انسانها میتونن. منتهای مطلب ما به خاطر اینکه انقدر در باورهامون قوطه‌ور میشیم، یادمون میره که اصلا ما کی هستیم و اصلمون چیه. میدونیم مثل یک پرنده ای هستش که میکننش تو قفس، خب، و انقدر تو اون قفس میمونی که حتی دیگه در قفس هم باز میکنن، تو دیگه دوست نداری، پرنده نمیاد بیرون، چون دیگه براش زندگی تو قفسه. در نتیجه دینها بد نیستن، منتهای مطلب یک اتفاقی که افتاده اینه که تو این چند هزار سال معنای دین عوض شده. خب یعنی دین رو آوردن استفاده میکنن که به تو بگن چیکار نکن، چیکار بکن، در صورتی که دین ها فقط هدفشون وقتی اومدن این بوده که تو رو وصل بکنن به درون خودت، و تو وقتی که وصل بشی به خودت، خب اون موقع تازه انسان میشی. در غیر اون صورت فقط ما الان زامبی هستیم که داریم راه میریم رو زمین. میدونی تو الان نگاه بکن دور کره زمین، خب ما الان در یک زمانی داریم زندگی میکنیم که از همه زمانهایی که بشریت رو کره زمین بوده، ما آسایشمون بیشتره، درسته؟ رفاهمون بیشتره، ماشین داریم، هواپیما داریم، نمیدونم سلفون داریم، گوشی داریم، کامپیوتر داریم، اینترنت داریم. درسته که سختی زیاده، خب تو ایران رو میبینی، آفریقا رو میبینی، ولی نگاه بکنی جمعیت دنیا الان اوریج، یعنی میانگین سن انسان بسیار بالا رفته، به خاطر اینکه پزشکی و علم پزشکی خیلی بالا رفته، خیلی با سرعت پیشرفت کرده. یعنی ما داریم یک زمانی رو میبینیم، در یک زمانی داریم زندگی میکنیم که از لحاظ پیشرفت بشریت ما داریم در پیشرفته ترین زمانمون زندگی میکنیم مثلا، ولی نگاه بکنی از هر پنج انسان رو کره زمین یکیشون الان داره با افسردگی مزمن زندگی میکنه، از هر پنج انسان، از هر ده انسان یکیشون
در یک زمان به عمرش به خودکشی فکر کرده. اینا همش بر اساس آمار سازمان جهانیه، درسته، جهانی بهداشت. چطوریه که ما داریم در نهایت ناز و نعمت زندگی میکنیم ولی همین جوری داریم افسردگی میگیریم، داریم خودمونو میخوریم، هیچ کس از زندگیش راضی نیست. تو حتی آدمای پولدار هم که دور و برت نگاه میکنی که مثلا هرچی تو زندگی میخوان و دارن، بازم تو زندگیاشون مشکل دارن، زندگی شخصیشون مشکل دارن، بدناشون شاید از فرم میاد بیرون، باعث مریضی میشه، از لحاظ روحی روانی اوکی نیستن. در نتیجه پول همه چیز نیست و حتی آدمای پولدار هم بسیاری هستن که خودکشی میکنن. مثلا ما دیگه از مایکل جکسون تو دنیا معروفتر نداشتیم، هم پولدار بود هم معروفترین آدم دنیا بود در زمان خودش، ولی مایکل جکسون هم خودکشی کرد. یعنی اگه تو بخوای خودتو بذاری توی زندگی اون، میگه خب من همه چی دارم، محبوبیتمو دارم، همه منو میشناسن، پولمو دارم، چرا بخواد خودکشی بکنه؟ پس نتیجتا این میشه که ما به خاطر اینی که در باورهامون خیلی قوته‌ور هستیم، دور شدیم از چیزی که باید واقعا باشیم که میشه انسان بودنمون. و انسان بودن ما با اینی که بخوایم بریم یه کتابو از حفظ بکنیم، نمیدونم بشینیم این مدرک CIA رو بخونیم، یا نمیدونم بریم بر این باور باشیم که من یک مسلمان خوبم، من یک مسیحی خوبم، یا من اصلا یک آدم اسپریچوال خوبم، به خاطر اینکه به این حرف گوش میدم به اون حرف گوش میدم نیست. تنها حالتی که ما میتونیم به آرامش درونمون و به انسان بودنمون برسیم اینه که همه اینا رو بذاری کنار، بگی آقا اصلا همه اینا درست یا همه اینا اشتباه، من خودم میخوام خودم رو تجربه کنم. درسته؟ من نمیخوام بگم که دین درسته، نمیخوام بگم دین اشتباهه. هر چیزی میتونه خوب باشه، هر چیزی میتونه بد باشه. تو یک چاقو میتونی بدی به یک آدم دیوانه و میره 10 نفر رو باهاش زخمی میکنه تو خیابون، و میتونی همون چاقو رو بدی به یک جراح پزشک و جون یک نفر رو نجات میده. پس دین هم میتونه یک وسیله باشه. تو اگر بهش به عنوان ابزاری نگاه بکنی که تو رو برسونه به خودت و محدودت نکنه، دین هم میتونه چیزی خوبی باشه. منتهای مطلب جوری که به ماها تدریس شده دین از بد و بچگی، فقط به هدف کنترل بوده. یعنی من تا اونجایی که یادم بوده و حتی از ایران که میای بیرون، هرچی که دین رو مطالعه میکنی در قسمت‌های متفاوت دنیا، متوجه میشی که دین همیشه ابزار کنترله. از اینی که بخواد بهت آزادی اینو بده و بهت پر پرواز رو بده و بهت اجازه بده که خودت رو پیدا بکنی، فقط رفته به این جهتی که این کارو نکن، این حرفو نزن، اینو نخور، اینجا نشین، اونجا حرف اینو نپرس، کنار اون نشین، این نجسه، اون نمیدونم چیه. اینا همش حرفاییه که دینها برای کنترل بعد از پیامبراشون در آوردن. میفهمی چی میگم؟ مثلا خیلی ها هستن میگن حتی توی من توی قرآن راجع به حجاب چیزی نیومده. چیزی نیست. درسته؟ پس وقتی که خود محمد راجع به حجاب حرف نزده، چرا مسلمونا 90% دارن حجابو به عنوان یک پایه اسلام میبینن؟ به خاطر اینکه اصلا این حرف اسلام نبوده، حرف محمد نبوده، یه چیز خزعبلاتیه که مردهایی که دارن زندگی همه رو کنترل میکنن میگن که آقا این یه چیزی بوده که حدیث اومده و هر حرفی که حالا میزنن. من نمیخوام وارد فقط اسلام بشم، علتی که من وارد اسلام میشم به خاطر اینکه بیننده های ما همه از ایرانن و فارسی زبانن، ولی این حرفا دقیقاً عینش تو مسیحیت هم هست، این حرفا دقیقاً عینش توی دین کلیمیا و دوستای ما هم که ممکنه کلیمی هم باشن هست. حتی نگاه بکنید، من راجع به زرتشت هم تو همون ویدیو صحبت کردم. زرتشتی ها اول به انرژی باور داشتن و به خاطر همین بوده که آتشکده داشتن، ولی امروزه زرتشتی ها هم مثل بقیه دین ها باورهاشون آب بسته شده توش. میدونی چی میگم؟ در نتیجه تنها چیزی که من میتونم بهت بگم در جواب این حرفت اینه که آره، همه اینها نهایتش به یک جا میرسه. و درست میگی، همه اینها نشأتش از یک جا میاد. و نمیدونم اگه جواب سوالتو درست دادم، اون چیزی رو که میخوای. و یک چیز دیگه هم من بگم، اون دوستایی که چه این برنامه رو دارن زنده میبینن و چه بعدن میخوان این برنامه رو بازپخشش رو ببینن، من بچه واقعا هیچ ادعایی ندارم که هیچی میدونم. من هیچی نمیدونم و هر چیزی که دارم باهاتون به اشتراک میگذارم بر اساس تحقیقا و تجربه هاییه که هم توی مدیتیشن خودم دارم بهش میرسم،
که من دارم تازگی میفهمم که مدیتیشن مثل این که اسم فارسیش میشه اتصال، و توی این دنیا من هر چیزی رو که دارم پیدا میکنم دارم باهاتون به اشتراک میگذارم. نه بهتون میگم به من باور کنید، نه بهتون میگم هیچ باوریتون رو عوض بکنید. هر کسی و هر انسانی اجازه داره هر جوری که دوست داره زندگی بکنه. یکی از خصوصیات بارز انسان‌ها همینه که ماها فقط به این دنیا اومدیم که به هر روش دوست داریم زندگی بکنیم. اتفاقا جالبیش به اینه که شما حتی اگر باور دارید که هیچ خدایی وجود نداره و هیچ هدفی برای زندگی وجود نداره، باز هم میتونید زندگیتون رو ادامه بدید. و اگر هم باور دارید که فقط خدا وجود داره و تمام زندگیتون رو میخواین وقف خدا و هستی بکنید، باز هم میتونید اون کارو بکنید. یعنی میگم زیبایی زندگی به اینه که هر کسی با هر طیف فکری که دوست داره میتونه این زندگی رو تجربه بکنه. فقط این شما هستید که تجربه میگیرید، که تصمیم میگیرید چطوری میخواین زندگیتون رو سپری بکنید. و به محض اینی که به این نتیجه برسید زندگیتون عوض میشه. من فقط میخوام همینو به همه بگم که شما هستید که تصمیم میگیرید چطوری میخواین زندگیتون رو، این زندگیتون رو تجربه بکنید. فراتر از اون اجازه ندید هیچ کسی توی دنیا بهتون بگه که چطوری میتونید زندگی کنید و چطوری نباید زندگی کنید. همین، من فقط میخوام همینو بگم. به هر دینی، به هر آینی، به هر پیغمبری، به هر کسی که ایمان دارید یادتون باشه که همه اینا دارن براتون داستانهای تجربه های خودشون رو نهایت توصیف میکنن. و شما به عنوان یک انسان، به عنوان یک ورژن، به عنوان یک کپی، به عنوان یک ایدریشن از خدا، یعنی خود شما هم جزو اون خدا هستید. شما اجازه و حق این رو دارید که خودتون تجربه بکنید که هستی یعنی چی، و هیچ کس اجازه نداره بهتون بگه این یعنی چی. فقط همین. من هیچی نمیخوام بگم، من نمیخوام بگم شما درسته، من اشتباهم، هیچی. فقط خواهش میکنم ازتون اگه که براتون زندگی مشکل داره، اگه احساس میکنید ناراحتید، اگه احساس میکنید راضی نیستید، چه از روابطتون، چه از اوضاع مالیتون، چه از درس، چه از شرایط اقتصادی، شرایط سیاسی، یادتون باشه همیشه تنها راه حلی که دارید اینه که برگردید درونتون و به درونتون بنگرید. بیرون رو ول کنید، کتابا رو ول کنید، منو ول کنید، همه اینا رو ول کنید. هر انسانی باید بره به درونش فکر کنه. مثلا همون جریان نماز خوندن، هم نماز خوندن در واقع یه نوع مدیتیشنه بچه ها. ولی مسئله اینه که پوینت مدیتیشنش رو دیگه از دست داده. الان هر کسی نماز میخونه در بهترین حالت داره فقط دولا و راست میشه به عنوان اینی که نگرانه که یه موقع یکیشو از دست ندم، مجبور بشم تو اون دنیا تقاسشو پس بدم. آفرین، حساب پس بدم. درسته؟ من بچه یه خورده سردم، میبخشید اینو بندازم روم، دارم بیرون میلرزم که آکی بهتر شد. متوجه هستی چی میگم؟ یعنی حتی الان اگه کسی هم داره مدیتیشن هم همینه. شما خیلی ها رو میبینید مثلا الان دارن تدریس یوگا میکنن یا تدریس مدیتیشن میکنن، طرف فقط اینجوری ویدیو رو میذاره بذارید بهتون قشنگ نشون بده. مثلا دیگه طرف خیلی میخواد بگه من روشن فکرم، اینجوری میاد دستش رو اینجوری میکنه، وای میسه، میگه چشاتون رو ببندید، نمیدونم به این فکر بکنید که الان داره چه. اینام باز اشتباهه، میدونی؟ یعنی مدیتیشن این نیستش که تو چشمتو فقط بخوای ببندی و فکر بکنی که الان من کدوم قبضم رو باید بدم، نمیدونم فلانی چرا جواب تلفنمو نداده. مدیتیشن اصلا این نیست. حالا من خیلی دارم سعی میکنم هرچی که بیشتر یاد میگیرم بیشتر ویدیو درست بکنم که بتونم تجربه هامو بیشتر با بقیه در ارتباط بگذارم. ولی شکوفه جان میبخشیدم زیاد حرف میزنم، تو هر جا که احساس میکنی که جوابتو گرفتی به من بگو که من برم شاید صحبت سراغ یک سوال دیگر. من جوابم گرفتم. پرفکت. خب دیگه چی سوال داشتی؟ چون یادم چند تا سوال کرده بودی. آره، یه سوال دیگه هم در رابطه با مسئله تناسخ بود که اگه قرار باشه که این هی تکرار بشه و تکرار بشه، با توجه به این که حالا من این تکرار رو دارم تو کاربرد انسان میبینم. من تو اون ویدیو دیدم شما گفتین حتی سنگ هم میتونه مثلا شامل این کانشسنس باشه،
و این هم هست که توی جهان چیزی از بین نمیره، فقط از یک انرژی به انرژی دیگه تبدیل میشه. این مثلا هم هست. بله. در کالبد یک انسان خب به هر حال ممکنه که نسل انسان منقرض بشه. چه؟ یا نمیدونم یه جهش جنت نمیدونم، شاید به شکل دیگه ای باشه، باز اون میشه یه جوابی دارم براش. ولی اگر یا اصلا ممکنه ما الان مثلا داریم زمین رو نابود میکنیم، بعد حتی اگر من میگم انسان یک کره دیگه رو هم کشف کنه برای زندگی، اونجا رو هم نابود خواهد کرد. و اگر این چرخه بخواد ادامه پیدا بکنه، از اونجایی که همه اینها نابود میشن، تناسخ رو اینجا نمیفهمم، ذهنم به بنبست میرسه. تونستم منظورم رو بهتون برسونم یا نه؟ آره، یکی از علتهایی که من اکچولی بهت گفتم بیا با هم صحبت بکنیم همین بود، چون متوجه منظورت من دقیقا نشدم. یعنی سوال چیه؟ میگی که اگر که انسان‌ها با روشی که دارن در حال حاضر زندگی میکنن و تا الان زندگی کردن همینطوری پیش برن، درست میگی، هم دارن کره زمین رو داغون میکنن، هم این که نهایتش اگه یه جای دیگر رو پیدا بکنن با همین روش بخوان پیش برن، خب اونجا هم داغون خواهند کرد. الان تو میگی که نهایتا خودشون از بین خواهند رفت و چه اتفاقی برای تناسخ میفته؟ بله دقیقا. آها اوکی، خب دو تا یه چیز دیگه هم گفتی، تو راجع به سنگ و حیوانان پرسیدی که اونا هم در تناسخ نقشی دارن یا نه، درسته؟ اونو که جوابش رو داده بود این که اونا هم جزء اونا هم میتونن در واقع اونها هم یک تکه ای از وجود اون انرژی بزرگ هستن، درسته؟ درسته. درسته. آره نگاه کن، دو تا سوال اینجا. خب اول من یه چیزی بگم، من هنوز شخصا راجع به تناسخ، بچه راستی یه چیزی، سه تا سوال دیگه هم این پایین اومده که من حالا بعد از اینکه سوالای شکوفه رو جواب بدم، اگه خودتون بودید میارمتون توی لایو، اگه نه سوالاتون رو جواب میدم، اگه سوالی دارید میتونید پایین بپرسید توی حین صحبتمون. اگر که من راجع به تناسخ دارم کماکان خیلی بیشتر مطالعه میکنم و هنوز مطالعاتم کامل نشده، در نتیجه یکی از چیزهایی که به نظر من خیلی مهمه اینه که بشریت یک مشکلی که داره اینه که همیشه دوست داره برای هر چیزی یک جواب داشته باشه. من صرفا اگه اطلاعاتم الان راجع به این دقیق نباشه، نباید به تو بیام فقط یه چیزی بگم که بهت بگم من بلدم. خب خیلی راحت همینجوری که من چند بار گفتم، من اصلا هیچی نمیدونم و راجع به تناسخم دارم بیشتر یاد میگیرم. خب یه چیزایی رو که تا الان فهمیدم و بهت میگم و میدونم تا جایی جواب سوالات رو خواهد داد، ولی همینجوری که داریم پیش میریم، من الان یه دونه کتاب خریدم که قراره تا آخر هفته به دستم برسه، اتفاقا دقیقا راجع به ماجرای کارما هست. خب که از یکی از بزرگترین میستیک ها یا انسان های بیداری هست که در زمان حال زنده هست، که حالا بعدا راجبش ویدیوی رو کانال یوتیوب هم حتما خواهم گذاشت و حتما با هاتون اون تجربه ها رو هم در اشتراک میذارم. ولی اصلش اینه، یکی از علتهایی که تو همچین سوالی رو میکنی که اگر انسان ها اینجوری که دارن پیش میرن زمین دارن داغون میکنن و برن حتی جای دیگه اونجا هم داغون میکنن و انسان ها از بین میرن و تناسخ چی میشه، اصل پایه اشکال همچین سوالی اینه که تو داری فکر میکنی که انسان ها نهایت و در بالای هرم کانشسنس هستن یا وجود کانشسنس روی کره زمین یا جهان هستی، درسته؟ اگه که تو اون باور رو از توی این سوال در بیاری، همه چی حل میشه. میفهمی چی میگم؟ یعنی انسان‌ها فقط مثل درخت‌ها، مثل هر موجود زنده‌ای، ما هم یک نوعی از فرمیشن اون کانشسنس در جهان سه‌بعدی هستیم. میلیاردها تریلیون‌ها متفاوت نوع کانشسنس هست که به این فرمیشن های متفاوت در میاد. همونجوری که بهت گفتم، مثلا فقط روی خود کره زمین
تو سنگا رو داری، آب رو داری، هوا رو داری، درخت های متفاوت رو داری. ما بالای 1,000,000 نوع مختلف فقط گیاه داریم، درخت داریم، موجودات زنده هستن که چندین میلیون نوع مختلف هستن. تو همه اینا رو اگر بذاری کنار، درسته انسان ها روی کره زمین، اوکی اینجوری بهت بگم، نگاه کن روی کره زمین ما دو نوع کانشسنس داریم. خب یعنی دو تا فرم کانشسنس روی کره زمین هستن که این دو تا فرم، بچه صدا خوب میاد؟ آره صدا اوکی. میبخشید من اومدم آهنگ داره میاد تو، بچه ها کاتجیم، گفتم شاید صدامو نشنوید. ببین روی کره زمین ما همش فکر میکنیم که ما یعنی انسان ها تنها موجودات هوشمند کره زمینن. خب در صورتی که انسان ها روی کره زمین بخوای فکر بکنی، ما هوشمندترین یا کانشسترین موجودات روی خاکی هستیم. بعد از ما روی خاک فیل ها هستن که خیلی از لحاظ awareness و از لحاظ هوشی و از لحاظ consciousness پیشرفته هستن. و جالبیش به اینه، توی دریا و توی آب و اقیانوس که میشه خودش یک قسمت بود دیگه زندگی روی کره زمین، دلفین ها level consciousnessشون هم برابر انسان ها هست. یعنی روی کره زمین ما فقط نیستیم که فوق‌العاده هوش، ذکاوت و کانشسنس بالایی داریم. ما روی خاک هستیم، توی آب دلفین ها هستن که به این هوش دارن و دانشمندا همینجوری هی دارن بیشتر و بیشتر روی این تحقیق میکنن و متوجه میشن هر روز. توی تمام حیوونا، تنها حیوونایی که به غیر از انسان میتونن با همدیگه صحبت بکنن با زبان، یعنی زبان دارن. ببین تمام حیوونا صدا میدن، درسته همه حیوونا صدا درست میکنن از خودشون، یکی زوزه میکشه، یکی واق واق میکنه، گنجشکا صدای جیک جیک میدن، نوعای مختلف صدا رو در میارن، ولی به اینا میگن فقط صدایی که یک پرسش و پاسخه. یعنی اینا با همدیگه محاوره نمیتونن بکنن. یکی از بزرگترین متمایزترین تفاوت انسانها از بقیه موجودا اینه که میتونن محاوره بکنن، یعنی میتونن با هم تفکراتشون رو از طریق زبان با همدیگه بحث کنن، با همدیگه جنگ کلماتی بکنن. میفهمی چی میگم؟ با منطقشون، با فکرشون. تنها موجودات دیگه ای که روی کره زمین این کارو میتونن انجام بدن دلفین ها هستن. دلفین ها هم مثل انسان ها زبان دارن. یعنی و جالبیش به اینه که استراکچره، یعنی از لحاظ کسایی که دانشمندایی که پژوهشگرایی که روی زبان فقط تحقیق میکنن، خب تمام زبانهای انسانهای روی کره زمین، اصلا مهم هم نیست چه زبانی باشه، فارسی، انگلیسی، چینی، همه این زبانها از یه زبان دارن میان، درسته؟ به خاطری که تو هم فکر بکنی منطقیه دیگه، همه انسانها از یک جا اومدن، از یک جا یک زبان شروع شده و همینجوری که شاخه به شاخه شدن این زبان ها پخش شده. این زبان ها یه سری مسائل تکنیکال دارن، خب که بر اساس صدای صحبت ها و صدای کلمات و جا گرفتن این صداها روی موزیکای نوتی میتونن با همدیگه همه اینا رو مقایسه بکنن که همه اینا رو همدیگه قرار میگیره همه زبون ها. و جالبیش به اینه که امروزه دانشمندا فهمیدن که صداهایی که دلفین ها از خودشون در میارن دقیقا رو همین پایه زبون های انسان ها میشینه. یعنی درسته که ما نمیفهمیم دلفینا دارن به هم چی میگن، ولی انگاری دقیقا من به تو بگم آیا تو اگر الان بری تو ژاپن میفهمی ژاپنیا دارن به هم چی میگن؟ مسلما تو هم نمیفهمی. و اگه اون ژاپنی بیا تو ایران، آیا اون میفهمه که شماها دارید با هم چی حرف میزنید؟ اونم نمیفهمه. پس آیا شما حرف نمیزنید؟ چرا شما دارید حرف میزنید؟ اونام دارن حرف میزنن. درسته؟ درسته. پس اینی که ما فکر میکنیم و این یکی از بزرگترین مسائلیه که انسان‌ها باید بهش برسن، که ما اشرف مخلوقات و نمیدونم هدیه خدا به جهان هستی و اینا نیستیم. اینا همش چرت و پرتاییه که دین ها به ما باوروندن. ما یک قسمت بسیار کوچیکی، بسیار کوچیکی حتی از زندگی روی کره زمین هستیم، نه تنها زندگی در جهان هستی. شما در جهان هستی امروزه علم، ببین اینو من دارم الان کی میگم، امروز می 9/10، خب شما خواهید دید تا حدود 2-3 ماه دیگه دولت آمریکا به طور رسمی داره میاد و به تمام عالم داره اعتراف میکنه که موجودات فضایی واقعی هن. و نه تنها واقعی هن، بلکه از ما خیلی پیشرفته ترن.
ببین موجودات فضایی الان هستن در جهان هستی که ما در مقابل اونا مثل کرم خاکی هستیم. اینو باید در نظر بگیریم ما. درسته. به خاطری که جهان هستی که ما داریم درش زندگی میکنیم و میشناسیم و میتونیم لمس بکنیم، از گیتی رو بخوای بگی این ورش تا اون ورش 12 میلیارد ساله. درسته؟ درسته. که به وجود اومده. حالا شما میبخشید خیلی خیلی فراتر از اینا هست، من الان دقیقا یادم نیست کره زمین 12 میلیارد ساله یا کل جهان هستی، ولی عددا رو ول کنید، مهمش اینه که انسان‌ها 15 میلیون سال پیش نسلشون رو کره زمین شروع شده. خب اگر یک موجودی، هر موجودی توی این جهان هستی به جای 15 میلیون سال پیش 100 میلیون سال پیش شروع کرده باشه جایی که ما شروع کردیم، الان فکر می‌کنی کجاست؟ دقیقا. درسته؟ پس هم از لحاظ پیشرفت‌های علمی دارم میگم، هم از لحاظ پیشرفت هوشی اسپریچوالیتی و اینی که به کانشسنست برگردی. یه چیز دیگه که خیلی مهمه اینه که یه آقای دکتری هست به اسم دکتر گریر، استیون گریر، که این توی آمریکا هست و این داره بسیار تحقیق میکنه در رابطه فرازمینی ها و یک سری مدیتیشن این پیدا کرده که این مدیتیشن ها به انسان ها اجازه میده که بتونن با تمام موجودات توی جهان هستی صحبت بکنن، من جمله با فرازمینی ها. نه تنها تو میتونی با این موجودات دیگه صحبت بکنی، بلکه انسان ها هستن که الان میرن توی برنامه های دکتر گریر و توی تمام نقاط مختلف دنیا هم هستن، با همدیگه میشینن 10 نفری مدیتیت میکنن و وقتی که مدیتیت میکنن این موجودات فرازمینی میان پیششون. یعنی روی کره زمین این اتفاق داره میفته که آردی فیلمش هم درست کرده دکتر گریر، و دکتر گریر یه کسیه که به رئیس جمهورای آمریکا کمک میکنه در مورد مسائل فرازمینی. یعنی یک آدم دل دیوونه خلوچل نیست، یه آدم واقعا پزشک که توی قسمت مراقبت های ویژه بیمارستان کار میکرده، یه آدم فوق‌العاده باهوشه، یک آدم فوق‌العاده جدیه که این کارش اینه که به رئیس جمهورای آمریکا راجع به موجودات فرازمینی کمک فکری میده. پس میخوام اینو ما فقط درک بکنیم که آیا امکانش هست که انسان‌ها نسلشون از بین بره؟ آره امکانش هست. آیا اگه این اتفاق بیفته این تموم شدن تناسخ؟ نه، به خاطر اینکه موجودات زنده مثل انسان‌ها مثل دایناسورها هستن. حالا دایناسورها رفتن، آیا کانشسنس ادامه پیدا نمی‌کنه؟ چرا، کانشسنس داره تو همه فرم‌های مختلف ادامه پیدا می‌کنه، کمایی که حتی ممکنه دایناسورها، ممکن نه 100% الان دایناسورها رو تو می‌تونی تو جاهای مختلف جهان هستی پیدا بکنی رو بعضی از کره‌های دیگه. میدونی چی میگم؟ کره‌هایی که دیرتر از ما زندگی رو شروع کردن، همونطوری که ما بهش اشاره کردیم، اگه کره زمین قدمتش 8 میلیارد 4 میلیارد سال هر چی هست، تو اگه بری رو کره های دیگه‌ای که شاید 5 میلیارد 4 میلیارد سال پیش بعد از ما شروع کردن، خب اونا دیرتر به فرم دایناسور و ماهی و درخت و فرمای زندگی که ما میشناسیم میرسن. پس نمیدونم جواب سوالتو گرفتی یا نه، ولی مهمش اینه که ما آخر جاده، یعنی ما آخر بالای هرم نیستیم به هیچ عنوان. ما یک قسمتی از هرم هستیم. و یه چیزی، یه نکته خیلی خیلی مهم هست در دانش برنامه های اسپریچوالیتی و دین و باورهای عمیق‌تر هستی و وجود ما، که ما همه باید به این نتیجه برسیم. تو انگلیسی بهش میگن as above so below، یا all is one and one is all. یعنی چی؟ یعنی اگه بخوای دقیقاً معنی فارسیشو کلمه به کلمه بکنی، از above so below میشه همان طوری که از بالا همین طورم به پایین، یا میشه all is one and one is all، یعنی همه یک چیز هست و یک چیز همه چیز هست. همون دقیقاً میشه مسئله consciousness. نگاه کن، همون طوری که انسان‌ها بدنشون از قسمت‌های متفاوتی درست شده، درسته؟ تو درون بدنت مغز داری، قلب داری، ریه داری، تحال داری و دستگاه‌های متفاوت داری. این دستگاه‌های متفاوت هر کدوم درست شده از قسمت‌های متفاوتن. مثلا دستگاه سیستم عصبی تو
مرکزش مغزه، ولی ستون، ولی چی میگن، نخاعت هست، تمام عصبایی که تو بدنت هست، اینا همش میشه یه سیستم، درسته؟ بعد سیستم گوارشی هست که میشه قلبت، میشه مرکزش، بعد تمام رگات هستن، دریچه هاش هست، خیلی مسئله متفاوتی هست. سیستم دفاعی بدن تو میشه که قدرت های لنفاویت هست، سیستم لنفاویت هست، گلبولای سفید، پلکلتا هستن، اینا همه میشه چیزهای متفاوت. اگه درون بدن تو یک دونه از اینا درست کار نکنه، تمام سیستم بدن وای میسه، درسته؟ حالا ما باید یک چیز دیگر رو در نظر بگیریم. این ماجرای از above so below، یعنی همانطور که از بالا همانطور هم به پایین، توی تمام کهکشان ها و جهان هستی درسته. ما انسان ها مثلا گلبولای سفید یا گلبولهای قرمز یا گلبول یا مثلا هر چیزی، مثلا کلیه های زمین هستیم. زمین خودش یه موجود زنده است، یادمون باشه. اصلا به خاطر همینه که به کره زمین میگن مادر زمین، به خاطری که تمام بدنی که انسان ها دارن، این بدن فیزیکی ما داره از زمین میاد. یادمون باشه ما وقتی به دنیا میایم، وزن انسان چقدره؟ وزن یک انسان 2 پوند 3 پوند زیاد نیست. و چجوری ما بدنمون هی رشد میکنه، بزرگ میشه، غذا داریم میخوریم، غذا از کجا داره میاد؟ غذا داره از تو کره زمین، از تو خاک داره میاد بیرون. یا ما داریم گوشت میخوریم که حالا نباید گوشت بخوریم، اون اصلا یه بحث دیگه است، ولی همین جوری که ما داریم هی غذا رو از کره زمین میگیریم وارد بدنمون میکنیم، بدن ما اون غذا رو به طور بسیار هوشمندانه ای تبدیل میکنه به بدن، و هر چی که هی ما غذا میخوریم، هی بدن اون تکمیل تر میشه، و نهایتاً چی میشه وقتی میمیری؟ دوباره برمیگردیم به سن. آفرین، دوباره این بدنی که ما از زمین قرض کردیم و باید به زمین پس بدیم. یعنی ما قسمتی از زمین هستیم. همون اتفاقی که درون بدن ما میفته، درون بدن انسان بسیاری از سلول‌های متفاوت روزانه دارن هی میمیرن و تولید میشن. بعضی از سلول‌ها هفته‌ای تولید میشن و میمیرن، بعضی از سلول‌ها ماه به ماه تولید میشن. ولی آیا میدونستید که هر 7 سال یک بار تمام بدن انسان از اول ساخته شده؟ یعنی هر 7 سال یک بار تمام سلول‌های جدید بدن شما جدید شده. پس روی کره زمین هم همینه، ما هی میایم و میریم، میایم میریم، میایم میریم، این موجودات زنده میان و میرن. اصلا نگاه کن، اینجوری بهت میگم، هوایی رو که ما داریم تنفس میکنیم الان، هوایی رو که من دارم میکشم توی بدنم و میدم توی ریه‌ام، اکسیژنی رو که من دارم میدم، از این درخت‌ها داره میاد بیرون، درسته؟ این درخت ها اکسیژن رو میدن بیرون، من اکسیژن رو میگیرم تو، و چی رو میدم بیرون؟ من کاربن دی اکسید رو میدم بیرون. بعد چه اتفاقی میفته؟ اینا کاربن دی اکسیدی که ما میدیم بیرون رو میکشن تو به عنوان احتیاجشون، درسته؟ یعنی اگه بخوای فکر بکنی، اگه کره زمین رو، مادر زمین رو، اگر ما یک موجود زنده بخوایم که هست در نظر بگیریم، درخت ها میشن ریه کره زمین. تمام اکسیژنی رو که موجودات روی کره زمین لازم دارن از این درخت‌ها داره میاد بیرون، درسته؟ و دقیقا همون اتفاقی که تو بدن ما داره میفته، اکسیژن رو ما از هوا میگیریم میدیم توی سلولامون، بس سلولامون کاربن دی اکسید رو میگیرن میدن بیرون. همون اتفاق داره روی یه لول بزرگتر روی کره زمین میفته. و همونطوری که تو گفتی ما انسان‌ها داریم کره زمین رو خراب می‌کنیم، کاملا درست گفتی. همونطوری که توی بدن انسان سلول‌های خود بدن ما تبدیل میشن به سرطان و ما رو میکشن، ما الان انسان‌ها شدیم سرطان روی کره زمین. دقیقا. یعنی ما سلول‌ها و اعضای از این کره مادر زمین هستیم که داریم اصل ماجرامون رو میکشیم. همون اتفاقی که سرطان تو بدن انسان میفته. من نمیدونم، مثلا آدما فکر میکنن سرطان که آدما میگیرن، سرطان چیه؟ سرطان یه سری سلولای داخل بدن خودتونه که به جای اینی که بمیره، نمیمیره. تو اون پروسه‌ای که من گفتم هی سلولا میمیرن و سلولای جدید به وجود میان، یه سری سلولا نمیمیرن کامل، و چون نمیمیرن، اینا شروع میکنن به تکثیر به عنوان زامبی سل، یعنی شروع میکنن هی تکثیر کردن سلولایی که الان دیگه جایگاهی در بدن ندارن.
و هر روز همیشه این اتفاق داره تو بدن میفته. منتها سیستم دفاعی بدن انسان خودش میتونه این سرطان ها رو از بین ببره، این سلول ها رو از بین میبره، اما ما به خاطر اینی که داریم با غذاهای بد، با شکر، با رژیم های بد، با اینی که امواجی که داریم وارد بدنمون میکنیم، امواج رادیویی، امواج فرکانسی های بد از گوشیامون، از مانیتورامون، از کامپیوترامون، داریم سیستم دفاعیمون رو ضعیف میکنیم. در نتیجه سیستم دفاعیمون نمیتونه همه این سلولای سرطانی رو بکشه، و چون نمیتونه این سلولا تبدیل میشن به سرطان مزمن. درسته؟ دقیقا همین اتفاقی که داره الان با کره زمین میفته. کره زمین هم سیستم دفاعی خودشو داره. سیستم دفاعی کره زمین چیه؟ خیلی زیاده. سیستم دفاعی کره زمین ویروس ها هستن، باکتری ها هستن، قارچ ها هستن، مریضی هایی هستش که میاد و میره، آب هست، قحطی هست، هوا هست. دیدی که همه اینا میتونه انسانها رو، هم موجودات زنده رو جابجا بکنه. الان آدما میگن ما چرا داریم کرونا میگیریم؟ واقعا اگه بخوای فکرشو بکنی، کرونا مثل سیستم دفاعی کره زمینه. انسانها داشتن کثافت میکردن تو کره زمین برای صدها سال، کره زمین هم دیدی که خیلی راحت، اوکی، شما که خودتون گاو و گوسفندی نمیفهمید دارید چیکار میکنید، بذارید من بهتون نشون بدم. الان نگاه کن، از وقتی که کرونا شروع شده، آلودگی هوا تو کل کره زمین اومده پایین، جوری که انسان‌ها حتی فکر نمیکردن تو 20 سال آینده اگه شروع بکنن به کنترل بتونن این اتفاق رو به وجود بیارن. تمام موجودات آبی، تمام کوسه ها، نهنگ هایی که داشتن زندگی هاشون رو از دست میدادن، الان دارن برمیگردن به شرایط بیشتر معمولیشون. یعنی نهایتا اینه که ما هممون یک عضو بسیار کوچیکی روی کره زمین هستیم. ما مسئولیت داریم، همونطوری که ریه ما، تحال ما، کلیه های ما مسئولیت دارن که از ما مراقبت بکنن و وظیفه‌شون رو انجام بدن، ما هم وظیفه داریم که از بقیه اعضای کره زمین مراقبت بکنیم. و اینی که بخوایم بگیم که ما اشرف مخلوقاتیم، هر چیزی که نمیدونم من دارم الان اینجا میبینم، اینا همش برای من ساخته شده که من میبخشید بچه این استفاده میکنم، برم کثافت بزنم تو این آب، برم درختار رو قطع کنم، آتیش بزنم، خب انگاری که شما الان میبخشید یه چاقو بردارید اینجوری شروع بکنید بزنید تو بدن خودتون. ما میریم نمیدونم همه حیوانا رو الان ببین، انسان ها باعث منقرض شدن نسل چقدر از حیوان ها روی کره زمین هست. میدونی چقدر حیوان ها به خاطر انسان ها نسلشون منقرض شده؟ در نتیجه یک چیزی که بسیار بسیار مهمه در این که انسان ها بتونن به آرامش برسن از درون، اینه که ما اولین چیزی رو که باید بتونیم قبول بکنیم اینه که ما هیچ پخی نیستیم. نه تنها ما هیچ پخی نیستیم، بلکه ما واقعا ناچیزیم، ما واقعا هیچی نیستیم. ببین کره زمین عمرش الان چند میلیارد ساله، عمر یک انسان مکسیموم چقدره؟ مکسیموم چقدره؟ بگو 100، 120، 130 سال. آقا تو اصلا ما میگیم 1000 سال، یه انسان بیاد 1000 سال زندگی کنه، 1000 سال تو میلیاردها سال چیزی نیست که. ما دقیقا میشیم انگار اون سلول گلبول قرمزی که هر روز داره عوض میشه. پس ما به محض اینی که به این نتیجه از درونمون برسیم که وجود ما روی این کره خاکی هیچ چیزی فراتر از یک پلک به هم زدن نیست که ما میتونیم ازش استفاده بکنیم، یک تجربه رو بکنیم. درسته؟ حالا همون برمیگردیم به سوال اول، این تجربه ای که من میخوام بکنم چیه؟ آیا من میخوام تجربه بکنم زندگی رو به معنای این که مثلا برم به بقیه ظلم بکنم، ازشون بدزدم، ازشون پول بزنم، تو سرشون بزنم، یا این که من میخوام تجربه رو بکنم برم تو کوه بشینم واسه خودم زندگی بکنم، یا هر چیزی؟ بازم من دارم میگم هیچ چیزی نه درست نهایت نه غلطه. درست و غلط بودن فقط یک چیزیه که بر اساس باورهای ما شکل میگیره، خب که اونم بحثای جدایی که من هم تو اپیزودهای قبل متفاوت کردم و هم خیلی بیشترش در آینده صحبت خواهم کرد، ولی میگم این بحثا خیلی طولانی خواهد شد. میخوام ببینم که الان جواب سوال دومت هم گرفتی یا نه. تا حد زیادی گرفتم. اگه فکر میکنی نگرفتی بهم بگو کجاش که به الان توضیح بدم.
نمیتونم اصلا بیانش کنم. میدونید انقدر مسئله پیچیده یه توی ذهنم این مسئله و اطلاعات خیلی زیادی عملا از جانب شما دریافت کردم، باید بشینم روش فکر کنم. بازم فکر کن. آره اگه دوست داشتی آفرین، اگه دوست داشتی میتونیم باز برگردیم صحبت ادامه بدیم. ولی یک چیزی یادت باشه، آدم ها فکر میکنن زندگی خیلی پیچیده است، خب به خاطر اینکه همش به ما همینو گفتن، زندگی خیلی پیچیده است، قدرت خارق العاده ای درون ما نمیدونم ما رو به وجود آورده، جهان هستی و از این حرفا. ولی در نهایت واقعیت اگه بخوای بهش فکر بکنی، اینا بسیار بسیار زندگی ساده است، خیلی ساده است. و تنها حالتی هم که خواهیم فهمید چقدر ساده است اینه که به درون خودمون بریم. درست. هیچ جور دیگه ما نمیتونیم بفهمیم زندگی یعنی چی. و هر چقدر من بخوام اینجا بشینم برای همه شما حرف بزنم، بازم من دارم تجربیات خودم رو بهتون میگم که همینجوری که بهتون میگم اشتباهه. من تنها چیزی که میخوام به همه شما بگم اینه که گلای من، عشقای من، دوستای من، نه به حرف من گوش بدید، نه به حرف هیچ احد و ناسی گوش ندید. اگه میخواین بفهمید که شما کی هستید، جایگاهتون کجاست و چیکار باید تو زندگی بکنید، فقط چشمتون رو ببندید. روش های متفاوتی داره، روی اونم من بیشتر صحبت خواهم کرد، و جواباتون رو از خودتون بگیرید. یک وقتی که شما، خیلی ها هستن میگن که او علم ثابت نکرده، اولندش که چرا، علم خیلی ثابت کرده. هر کسی دنبال جواب علمیه به من مسیج بدید، من بهتون هر چقدر دلتون بخواد مدرک علمی میفرستم که برید بخونید. به خاطر اینکه شما پیدا نکردید دلیل نمیشه که علم راجبش صحبت نکرده. یک. دو، تا 400 سال پیش بعد از 15 میلیون سال رو کره زمین بودن، انسان ها هنوز فکر میکردن که کره زمین صافه. انسان ها به طور علمی حتی فکر میکردن که کره زمین صافه. آیا کره زمین صافه؟ نه. پس یادتون باشه علم همه چیز نیست، علم ترشحات ذهنی انسان ها هست که بر اساس تجربه و وسائلی که در اختیارشون هست، در زمانی که میتونن با هم دیگه رابطه برقرار کنن. علم یعنی چی؟ بیاین اول اینو بگیم. علم یعنی این که من یک نتیجه رو میخوام بگیرم، میخوام از نقطه A برسم به نقطه B، و میگم که برای اینی که من این مسیر رو طی بکنم این کارا رو دنبال کردم. این کارا رو اگر من بتونم توضیح بدم و شما هم عینش رو بتونی انجام بدی، از نقطه A به نقطه B برسی، یعنی به این میگن علم. همین. علم اصلا چیز شاخود و قول عجیبی نیست. علم یعنی که من یه کاری رو میتونم بکنم، شما هم میتونی بکنی. در نتیجه اینو ما باید بفهمیم که مدیتیشن هم علم خودش رو داره، منتها علم مدیتیشن رو بهش میگن یوگا. علمیه که به ماها تدریس نشده، منتها مثلا توی هند به همه تدریس میشه، چون علمیه که توی هند چند هزار سال اینا دارن روش کار میکنن. علم پزشکی رو که ما امروز داریم ازش استفاده میکنیم، یک علمیه که تازه نتیجه هزار ساله، درسته؟ که در طی 150-200 سال پیشه که خیلی پیشرفت کرده. منتها همونطوری که علم خارجی و علم بیولوژی، علم شیمی، علم فیزیک وجود داره، علمهای درونی هم وجود دارن که اون علم دین نیست. به خاطری که دین فقط به شما چی میگه؟ میگه حرف منو گوش بدید، سوال نپرسید. علم همونطوری که بهتون توضیح دادم یک چیزیه که میگه من از اینجا رسیدم به اینجا، تو هم همین کارو بکن، به همونجا میرسی خودت، به حرف من گوش نده. به خاطر همین علم هایی هست که به شما اجازه میده شما خودتون به اون نقطه‌ای که میخواین برسید. پس همونجوری که بهتون میگم، و خیلی هم ساده تر از اون چیزیه که فکر میکنید، اصلا فکر نکنید یوگا و مدیتیشن سخته. یوگا و مدیتیشن بسیار آسونه، و همون طوری که شما میتونید به عنوان یک انسان نفس بکشید و میتونید به عنوان یک انسان فکر بکنید، به عنوان یک انسان شما با حق به اینی که بتونید به اصل خودتون دسترسی پیدا بکنید دارید. این بهش به انگلیسی میگن birthright، یعنی حق انسان بودن شما هست. کسی که به شما بگه تو نمیفهمی و نمیتونی
به خودت و به خدا بودن خودت پی ببری، انگاری به تو بگه تو نمیتونی نفس بکشی. دقیقا این حرفه. شما میتونی تصمیم بگیری. مثلا جالبه، آدم ها فکر میکنن نفس، الان من به شما میگم شکوفه تو میدونی تو میتونی نفس بکشی، خب تو میگی آره دیگه من خب 100% زندم دارم نفس میکشم. ولی یه چیزی من بهت بگم، هیچ انسانی نمیدونه چطوری باید نفس بکشه. نفس کشیدن خودش یک علمه. آره نفس کشیدن اصلا خودش یه علمه. اینی که ما فقط زنده هستیم یعنی که یک سیستمی داره همینجوری خودش کار میکنه تو بک‌گراند، توی پشت صحنه. منتها نفس کشیدن واقعا علمه. شما میدونید خواننده ها یکی از بزرگترین تدریسایی که بهشون میشه تدریس نفس کشیدنه. ورزشکارا اولین تدریسی که میکنن به خودشون توی استقامت نفس کشیدنه. درسته؟ مدیتیشن، بزرگترین عامل مدیتیشن نفس کشیدنه. نفس کشیدن در واقع میشه پل ارتباطی بین بدن فیزیکی انسان و جهان هستی بیرون. حالا شما میتونی نفس کشیدن رو بذاری توی بک‌گراند، تو پشت صحنه همینجوری خودش بره، یا اینکه میتونی بری علم نفس کشیدن رو بخونی. اگه علم نفس کشیدن رو بخونی به آرامش میرسی، به بالا بودن خودت پی میبری، به خدا بودن خودت پی میبری. همه اینا از نفس کشیدن میاد. درسته. پس هر چیزی، یه چیزی هم اینم به عنوان آخرین چیز بگم، اگر جواب یه چیزی رو بچه ها نمیدونید، سعی نکنید برای خودتون یک جواب درست بکنید. صرفاً بگید من نمیدونم. و هیچ وقت یادتون باشه هیچ چیزی توی جهان هستی به عنوان حقیقت وجود نداره فراتر از 5 تا چیزی که من میخوام بهتون بگم. 1، اولین چیزی که هست اینه که اولین قانون جهان هستی اینه که شما وجود دارید، همیشه وجود داشتید و همیشه وجود خواهید داشت. این اولین قانون جهان هستیه. یه بار دیگه میگم، شما وجود دارید الان، قبلا همیشه وجود داشتید و همیشه هم وجود خواهید داشت. این 1. 2، From above, so below. ما آردی راجبش صحبت کردیم. All is one and one is all. درسته؟ یعنی که همه چیز یک چیز هست و یک چیز همه چیز هست. من توی ویدیوی یوتیوب هم راجب این بیشتر صحبت کردم. میتونید به اون هم یک نگاهی بکنید. 3. این از همه شاسه انسان ها مهمتره. Everything is happening right here, right now. یعنی هر اتفاقی که داره برای شما میفته و تجربه میکنید همین الان و در همین زمان و در همین مکانه. گذشته وجود نداره، آینده هم وجود نداره. شما حتی به مرحله مدیتیشن که برسید و بتونید از بدنتون بیاین بیرون، به سرعت متوجه میشید که زمان یک چیز ساخته مغز انسانه. زمان اصلا وجود نداره. من اینو به شدت میخوام ازش دوری کنم راجع به صحبتش، چون خیلی بحث مفصلیه زمان. حتما هم راجعش بیشتر صحبت خواهم کرد روی پادکست های بعدی. ولی اینو یادتون باشه، Everything is here and right now. شما گذشتتون گذشته، اگه بخواید گذشتتون بچسبید همیشه دارید در گذشته زندگی میکنید و الان دارید از دست میدید. آینده هم شما نمیدونید اتفاق میفته یا نه، چه یک ثانیه، چه یک دقیقه، چه یک سال. تنها چیزی که انسانها دارن زمان همین الانه. همین الان، همین الان که ما داریم با هم صحبت میکنیم، همین الان که شما دارید میبینید، این تنها چیزیه که ما توی جهان هستی داریم. این میشه 3. 4 که از همه مهمتر میشه برای اینی که بتونید باورهاتون رو بیارید بیرون، میگه که everything you put inside، یعنی هر چیزی رو که اینتنشنتون باشه بذارید بیرون، همونو برمیگردونید به خودتون.
اگر مثبت باشید، اگر با عشق زندگی بکنید، عشق و مثبت بودن بهتون برمیگرده. اگه منفی باشید و بخواین اذیت بکنید، منفی بودن و عشق و منفی و مشکلات همش طرفتون میاد. اگر فکر پول هستید، اگر فکر کمک به بقیه هستید، پول و کمک به بقیه بهتون خواهد رسید. این قانون چهارمه. و نهایتاً قانون پنجم میگه که هر چیز دیگه‌ای توی جهان هستی قابل تغییر هست و قابل عوض شدن غیر از چهار تا قانون اول. یعنی هر چیز دیگه غیر از این چهار تا قانونی که من به شما گفتم فقط یک باوره و هیچ پایه و اساس و اصلی نداره. بچه ها میبخشید داره بارون میاد، من برم تو که اینجا الان بارون نریزه رو سر و صورتمون. آره نمیدونم که تا الان اینجا متوجه شدید حرفا رو یا نه، ولی همونجوری که بهتون گفتم اجازه بدید که من راجع به این قانون ها و راجع به زمان بیشتر حتما در یک ویدیوی جداگونه صحبت خواهم کرد، ولی میخواستم فقط الان به طور پیش مقدمه بهتون اینو بگم که این پنج تا قانونی هن که قانون هایی هن که نگاه کنید راجع به انسان ها فقط نیستن، این قانون ها قانون های جهان هستی هن. ما یه سری قانون ها داریم، قانون هایی هن که انسان ها درست میکنن، درسته؟ مثل قوانین حقوقی، مثل قوانین اجتماعی، مثلا چراغ قرمز نباید از چراغ رانما رد بشید، کسی رو نزنید، به کسی رو نکشید، اینا قوانین انسانی هن. یک سری قوانین هستن که قوانین باوری هستن که اون قوانین باورها رو دین ها برای ما به وجود آوردن، ولی نهایتاً همه این قوانین فقط یک سری قول و قرار بین انسان ها. مثلا در یک زمانی انسان ها قبول میکنن که میدونید که این درست بوده، مثلا زمانی که محمد اومده عرب ها دختراشون رو زنده به گور میکردن و یک مسئله نرمال بوده توی اجتماع، دختر دارم، دخترم رو دوست ندارم، زنده بذاریمش زیر خاک، تموم شد رفت، یک باور بوده. ولی امروزه این دیگه باور وجود نداره. مثلا خیلی از باورها که در زمان خودشون درست هستن فقط باورن و در اون زمان خودشون هر کسی که اون باور رو داره فکر میکنه که کاملا درسته و فکر میکنه این نرماله، در صورتی که میخوام به تو اینو بگم هیچ چیزی کاملا درست نیست و هیچ چیزی نرمال نیست، همش فقط یک باوره. و موجودات فضایی فرازمینی باورهای خودشونو دارن، ما باورهای خودمونو داریم. دلفین ها هم که ما اردی صحبت کردیم کانشس بینگ هستن، اونا هم باورهای خودشون رو دارن برای خودشون. و نهایتا ما به این صحبت میرسیم به طور مکرر که همه باورهای ما فقط باور هستن و همین پنج تا قانون هست که در کل جهان هستی همیشه درستن. و اینقدر خب ما دنبال درست و غلط زندگی نباشیم. آفرین، دقیقا تمام پوینتش همینه. یعنی اینی که من درست میگم تو اشتباه میگی، تو نمیدونم بحث بکنیم با هم دیگه، اینا همش از مشکلاتیه که توی سر ماها کاشتن. من دارم درست میگم، شما هم درست میگی، کمایی که کاملا ممکنه با هم متفاوت فکر بکنیم، ولی جفتمون داریم درست میگیم. 8 میلیارد آدم روی کره زمین داره زندگی میکنه، 8 میلیارد داستان درست داره روی کره زمین اتفاق میفته. اینو ما باید بپذیریم و وقتی اینو بتونیم بپذیریم و به هم دیگه احترام بگذاریم که همه ماها یکی هستیم و همه ماها داریم تجربه زندگی روی کره زمین رو در این زمان و در این لحظه ازش استفاده میبریم، تازه میتونیم بفهمیم که چطوری میتونیم به عنوان یک مجموعه موجودات زنده پیشرفت بکنیم و خودمون رو بالاتر ببریم. و اینطوری هست که نسل، حالا شما شکوفه جان یه حرفی هم زدی که گفتی انسان‌ها دارن کره زمین داغون میکنن اگه نسلشون منقرض بشه، من اینو میتونم بهت بگم که حتما اینو بدون که نسل انسان‌ها منقرض شدنی نیست، نه به خاطری که نمیشه، از لحاظ بیولوژیکلی میشه، ولی هدف طبیعت همونطوری که تو ویدیو یوتیوب هم راجبش صحبت کردیم اینه که اصلا هدف این کل این جهان هستی اینه که
consciousness یا higher consciousness یا all that there is یا خدا یا God یا پروردگار یا الله، هر چیزی که شما دوست دارید اسمشو بذارید، میخواد به شکل‌های مختلف زندگی رو تجربه بکنه، ببینه که عشق یعنی چی، ببینه نفرت یعنی چی، ببینه. بعضی ها هستن میگن که اینی که شما میگید مثلا کانشسنس خدا بودنه و داره تو شکلهای مختلف میاد، مثلا یه آدمی مثل هیتلر که اومده میلیون ها انسان کشته، پس اونم در واقع یک خدا بوده و این معنی نداره، درسته؟ چجوری این ممکنه؟ ولی خب خیلی راحت میبخشید بچه ها یه لحظه من نه ولی بیرون سرد بود، دماغم داره همینجوری آب میاد. عوض میخوام بچه. آره میگن که پس اگه اینطوریه چجوری میشه که مثلا توی دنیا این همه ظلم هست، چجوری میشه که یه آدمی مثل هیتلر بیاد و بره؟ یادتون باشه که ما اینو گفتیم که تمام پوینت زندگی اینه که کانشسنس میخواد همه چیزو امتحان بکنه و به خاطر همینه که میگن که ما حق انتخاب داریم، به خاطر اینی که ما در این فرمی که الان هستیم حق انتخاب رو داریم که دقیقاً می‌خوایم در هر لحظه چیکار بکنیم. ولی حالا این هم باز یه صحبت طولانی تری میشه که من راجبش باید یه ویدیوی کامل میخوام بذارم، ولی اینی که میگن سرنوشت وجود داره، یعنی یک سری چیزا وجود داره که آردی نمیتونی عوض بکنی، ولی at the same time میگن که در همون زمان هم میگن شما همیشه حق انتخاب داری، این دوتا چیزی که همیشه با هم تو ذهن من تضاد داشته. من همیشه میگفتم چجوری میشه که میگن خدا همه چیزو میدونه، عالمه و همه چیز وجود داره واسه هر جوابی، ولی at the same time در همون زمان منم میتونم تصمیم بگیرم، اگه قرار من تصمیم بگیرم پس نمیشه جواب همه چیز باشه، و اگه جواب همه چیز هست پس من چطوری حق تصمیم گیری دارم؟ اینا همش صحبتاییه که راجع به هیتلر و چه اتفاقای افتاده و آدم بد خوب و اینا، همه من راجعش بیشتر مفصل صحبت خواهم کرد، ولی میخواستم همه اینا رو بهتون بگم که اینا امیدوارم مثل دونایی باشه که من میخوام بپاشم که بدونید که این صحبتها چطوری داره پیش خواهد رفت و چه بحثای دیگه رو ما بعدش خواهیم کرد. شکوفه جان شما هنوز سوالی داری یا اینکه همه سوالات ما جواب دادیم؟ نه دیگه خیلی از سوالامو جوابشو گرفتم، مرسی. حالا اگرم نه، اول که مرسی از تو، واقعا دمت گرم که اومدی و مرسی که داری سوال میکنی. میدونم برای من نیست، برای اینکه خودت به این نتیجه هایی بهتر برسی، و هر چیزی بود بازم میتونیم یه روز دیگه برنامه بزنیم که برگردیم اگه سوال داشتی دوباره با هم دیگه خورده سوال جواب کنیم. حتما. باشه، مرسی شکوفه، خواهش میکنم عزیزم. خواهش میکنم، مرسی. من برم سراغ بقیه سوال ها، چون این پایین هم سوال داریم هم یه نفر دیگه هم مثل که گفته میخواد بیاد تو. مرسی شکوفه جان عزیزم، قربان شما. خدا دوستای گل، یه سری سوال هم داریم، لطفاً کتاب برامون معرفی کنید. بچه ها کتابایی رو که من میخونم کتابای معمولاً انگلیسی هن. خب من کتاب فارسی خوب هنوز پیدا نکردم راجع به این موضوع ها. از همه هم دارم میپرسم اگه که کسی کتاب به زبان فارسی خونده به من بگید که من به بقیه هم معرفی کنم. یکی از کتابایی که من دوست دارم که من ترجمه فارسی شو من پیدا کردم، کتاب چهار میثاقه که اصلش هست The Four Agreements از کتاب دان میگل رویز هست، ولی مشکلی که باز توش دیدم اینه که کتابم بارها گفتم کتاب از زبان اصلش با زبان ترجمه شده فارسیش با همدیگه یکی نیست، ترجمه شده فارسیش تقریبا نصف کتاب انگلیسیش هست، یعنی حس میکنم که خیلی توش تعریف شده و بازم اون چیزی که باید حقش باشه، و چون متاسفانه خیلی سانسور زیاد میشه تو ایران، به خاطر همینه که نمیدونم که بتونید اون چیزایی که تو کتاب اصلش گرفتید تو اون بگیرید، ولی باز هم مسلما خیلی بهتر از اینه که هیچی دستتون نباشه. پس اگر که میخواین این کتاب چهار میثاق برای اولین کتابی که بخواین بخونید بهتون معرفی میکنم. خب برم سراغ یکی دیگهش. موضوع بحثتون رو وسط برنامه اعلام کنید. آخ دیگه الان دیر شد. صاحب عقل و فکر منطق نبودم ولی انسان بودیم موجودات متفاوته. دوستمون میگه که دایناسورها صاحب عقل و فکر و منطق نبودن ولی انسان با دیگر موجودات متفاوته. من هیچ وقت نگفتم که دایناسورها
صاحب عقل و فکر بودن، یک. دو، شما نبودید زمانی که دایناسورها بودن، منم نبودم، پس نمیتونی بگی که آیا دایناسورها عقل و فکر داشتن یا نه، چون ما الان هم داریم فکر میکنیم هیچ موجود دیگه غیر از انسانها عقل و فکر نداره، در صورتی که امروز علم داره به ما میگه که اشتباه میکنیم. همونطوری که آردی گفتم، دلفینها، نهنگها و فیلها حتی فقط رو کره زمین ما میدونیم که جزء موجودات بسیار هوشمند هستن که هم احساسات دارن. احساسات و امروز علم داره میگه که حتی نه تنها ماهی ها که ما همیشه میگفتیم ماهی هیچ حسی نداره، بلکه حتی موجودات مثل درخت ها هم حس دارن و با همدیگه روابط صحبت کامیونیکیشن احساساتی میکنن، از لحاظ درد، از لحاظ حمله هایی که بهشون میشه. من نمیدونم شما میدونید یا نه، توی جنگل ها یک چیزایی هست بهش میگن نیورال وود نتورک اگه اشتباه نکنم، یعنی سیستم، یک سیستمیه مثل سیستم عصبی انسان ها که باعث اجازه تو بدن ما هست، اجازه عقب و جلو شدن پیام ها میشه بین قسمت های مختلف، که اینا زیر خاک هست که با همدیگه درخت ها میتونن صحبت بکنن. اگه یه درختی آفت بزنه، به سرعت بقیه درخت های دورش شروع میکنن ریاکت کردن و یک موادی رو توی برگشون درست میکنن که برگشون رو مزهش رو تلخ میکنه که این آفت ها نیان بشینن روی درخت های بغلی. این اتفاق برای فیل ها میفته، به خاطر همینه که فیل ها وقتی میرن و از این درخت ها از اون درخت دارن برگاشو میکنن، جالبیش به اینه که از یه درخت شروع میکنن یه خورده میخورن، بعد دیگه فیل ها نمیرن رو درخت های بغلیش، میرن حداقل 15 دقیقه 20 دقیقه بالاتر و از درخت های بعدی میخورن، چون فیل ها میدونن که این درخت ها با بغلی ها صحبت کردن و برگاشون تلخ میشه براشون. اینها خلاصه چیزاییه که بازم میگم همه نشأت میگیره از اونی که ما همش بر این باور بودیم که ما یک هدیه خدا هستیم و متفاوتیم و که ایناش کدومش درست نیست. نیوشا میگه که یه سوال، مگه محمد در سن 40 سالگی با الله آشنا نشد و پیامبر مبعوث نشد، اما چرا نام پدرش بقیهش دیگه نیومده؟ نیوشا جان، من حقیقتا نمیدونم که محمد تو چه سنی بوده. درست میگی، من فکر میکنم 40 سالگی بوده که حس کرده، out of body experience داشته و تونست از بدنش بیاد بیرون. ولی امروزه بهتون گفتم آدم ها تو همه سنهای متفاوت میتونن همون کاری رو که محمد یا عیسی کرده انجام بدن و دور دنیا این اتفاق داره میفته. و من متاسفانه سوالتون مثل یکی سوال دینی هست که من نمیدونم چطوری بهتون جواب بدم. بیشتر درباره خروج روح از بدن بگین که چه امکاناتی برای ما وجود داره. بنیامین جان میپرسن که بیشتر در مورد خروج از بدن توضیح بدید، که من حتما، من الان دارم خیلی روش تحقیق میکنم و مدتی که دارم خیلی مدیتیشن انجام میدم که خودم هم به اون مرحله برسم و حتما باید مفصل راجع به اون صحبت بکنیم. این ویدیو فقط یه سری پرسش و پاسخ بود راجع به ویدیوی اخیر CIA روی یوتیوب در مورد که من آردی راجبش صحبت کردم، و حتما راجب خروج از بدن هم ویدیوهای بلخاص خواهیم داشت به زودی برای اونایی که دوست دارن. عرض شود که به نظرت قضیه کارما از کجا اومده و نظرت در موردش چیه؟ ببین، کارما، من همجوری که بهتون گفتم الان اطلاعاتم راجبش دقیق و جامع نیست و خیلی دارم بیشتر راجب کارما الان مطالعه میکنم، حتما دوست دارم اون اطلاعاتم رو بکنم بعد بیشتر بهتون راجب کارما بگم. ولی از کجا اومده منظورتو متوجه نمیشم. از کجا اومده کارما؟ یک سیستم گردش کانشسنس و اون اسنس، اون اصل بودن هست که در واقع نگاه کن، کارما توی توضیحات بوداییستا و توی توضیحات هندوها میشه سیستم آخرتی که دینها به مردمشون میقبولونن. منتها اینا میگن که
شما هر اتفاقی اگه بدی بکنید اون بدی توی خودتون به عنوان کارما میمونه و یا در همین دنیا یا در زندگی بعدیتون رو کره زمین باعث میشه که زندگیتون تغییر بکنه به خاطر کاری که کردید. اگه کار خوبم بکنید اون کار روی خودتون میمونه و هم در این دنیا و هم در دنیای بعدی که برمیگردید در زندگی بعدیتون بعد از اینکه مردید دوباره دامنگیرتون خواهد شد یا بهتون کمک میکنه. این یعنی کارما. در واقع کارما به طور منطقی میاد راجع به زندگی صحبت میکنه که زندگی چرا به وجود اومده و اینی که چطوری زندگی چرخه تکاملش رو طی میکنه و چرا، چون که جهنم و بهشتی نیست، هنوز انسانها یک سری تقاضاهایی رو پس خواهند داد. اون تقاضاهایی رو که ما پس میدیم همون کارمامون هست. اگه یک آدمی میبینید خیلی داره توی این زندگیش زجر میبره، این حتما از کارمایی هست که هم یا خودش توی این زندگی برای خودش درست کرده یا از زندگی‌های قبلیش بوده که الان داره با این شرایط زندگی میکنه. و کمایی که شما توی چرخه کارما اگه که خیلی کار اشتباه انجام بدید و از کاری بکنید که لیاقت برگشتن به عنوان یک انسان رو نداشته باشید، میتونید بر اساس باور هندوها میتونید برید پایین تو چرخه کارما، یعنی میتونید مثلا برید به عنوان یک حیوان برگردید در زندگی بعدیتون یا اصلا به عنوان یک سنگ برگردید. به خاطر اینکه یادتون باشه هر چیزی که روی جهان هستی وجود داره یک بخشی از all that there is، یعنی remember یادتون باشه all is one and one is all، یعنی همه چیز یک چیزه و یک چیز همه چیز هست. منتها اگه که شما استفاده مثبت از انسان بودنتون نکنید و به بقیه انسان ها کمک نکنید و ظلم بکنید، حتما تقاضاش رو پس خواهید داد، نه تنها در این دنیا بلکه در این زندگیتون بلکه در زندگی بعدیتون. و این مسلما یه اتفاقیه که دین ها دارن به عنوان بهشت و جهنم به مردم میفروشن و تنها هدفشون هم اینه که بتونن زندگی شما رو در زمان حال کنترل بکنن، در صورتی که دین ها هم حقیقت این ماجرا رو میدونن و فقط نمیگن به انسان ها. ولی در چرخه داخلی دین همه دین ها بین خودشون این اطلاعات هست. بریم سراغ یک سوال دیگه. دمت گرم. حداقل به همون ثابت کردی که زندگی بعد از این پایانی نداره و ادامه داره. اینو مدیونتم عزیز دل بنیامین جان. و 100% زندگی ادامه داره، اینی که ادامه نداشته باشه اصلا معنی نداره. خیلی دوست داشتنی با اون شلوارت، مخلصیم عزیزم. خانم مریم میگه که ارسطو ما میدونیم گیاهان و گلها هم هوشمند هستن، آیا بین اونها هم اشتباه و تخصصی و تختی وجود داره؟ من متوجه منظورت نشدم توی آیا بین اونها اشتباه و تختی وجود داره. میخوای یه بار دیگه سوالتو شاید توضیح بده که بتونم بهتر بفهمم. به نظرت روح وجود داره یا اینکه ما بعد از مرگ از بین میریم؟ بعد از مرگ فکر میکنی چه اتفاقی میفته؟ محمد رضا جان، روح به اون معنایی که ما فکرشو میکنیم توی فرهنگ خودمون و توی حالا خب فرهنگ ما خیلیش بستگی داره به دین ما که برای اکثریت مسلمان بوده، روح به اون معنا وجود نداره در جهان هستی. ولی چرا؟ من اگه اجازه بدید خیلی بیشتر راجبش در یک برنامه مختص باید صحبت بکنم، چون اونم خودش میشه یک بحث بسیار عمیق و طولانی. ولی چرا اینی که بعد از مرگ فکر میکنی چه اتفاقی میفته، بهت پیشنهاد میکنم، من راجب اون صحبت زیادی کردم که همین ویدیوی یوتیوبمون که راجب مدارک CIA بوده که سری بوده و خود CIA ول داده بیرون سال 2003 بیشتر صحبت کردیم. اگه دوست داری حتما برو اون رو نگاه کن و جوابای بهتری رو اونجا ما از منبع موثقی که اونها تحقیقات انجام دادن آوردم و میتونم یعنی میتونی اونجا بیشتر راجع بهش ببینی.
لایو رو بله سیف هم میکنم ماهنیک جان. عالی بود، حتما در یوتیوب فالوتون میکنم. مرسی از شما. زندگی پس از مرگ چطوری از نظر خودت؟ من فکر میکنم خیلی مفصل ما آردی اینو هم اینجا توضیح دادیم و هم این که توی ویدیوی یوتیوب. عرض شما به خدا اعتقاد داری؟ اینم خودش یه بحث خیلی بلند میشه بچه ها، ولی بستگی داره. خدایی که نه، من به کلمه خود، به کلمه خدا اصلا دوست ندارم فکر کنم، به خاطر اینکه خدا رو یک جوری تو ذهن ما معنا کردن که معنای کلمه خدا کلمه قشنگی نیست. یعنی خدا رو یک جوری تو ذهن ما کردن که یک قدرت خاصیه که ما رو به وجود آورده و ما باهاش متمایزیم، باهاش متفاوتیم و ما بهش جوابگو هستیم، در صورتی که اگه بخوای در اون معنا فکرشو بکنیم من بهش باوری ندارم، به خاطر اینی که ما از خدا متمایز نیستیم، ما خود خدا هستیم که داریم زندگی رو تجربه میکنیم. و بازم میگم صحبت طولانیه بحث خدا، منتها به اون معنایی که بخوای فکر بکنی خدا رو بخوای بشینی عبادتش بکنی نه، ولی من هر روز که از خواب بلند میشم یا هر موقع که میخوام غذا بخورم، هر موقع که میخوام یک چیزی رو وارد بدنم بکنم، همیشه از طبیعت، از مادر زمین و از خودم که در واقع همه چیز هست تشکر میکنم. از all that there is، یعنی همه چیزهایی که توی جهان هستی هست که ما از اون هستیم تشکر میکنم. ولی اصلا اسم خدا و پروردگار و گاد و اینا رو دوست ندارم روش بذارم، به خاطر اینکه اون دوگانگی به وجود میاره بین من و اون، در صورتی که من و اون یکی هستیم، ما دوتا نیستیم. چون وقتی که یه چیزی هم بگم، وقتی که ما فکر بکنیم ما از خدا جدا هستیم، بعد میایم خودمون رو از بقیه موجودات هم جدا میکنیم، ولی ما باید بفهمیم که ما خود اون هستیم و اون هم همه چیز هست که دور ما هست، در نتیجه همه چیز یک چیز هست. اگه به اون بفهمیم و در بتونیم اسم رو از روش برداریم و فقط درکش بکنیم، خیلی بدید اون به زندگی عوض خواهد شد. من یک سال هست که ندیدم شما رو، بود اکسپرینس بشارتی چیزی نه. آرمین چون فارسی یا انگلیسی یا قاطی نوشتی من نمیفهمم اصلا منظورت چیه. یه دفعه دیگه میخوای همه رو یا به فینگلیش با کلمات لاتین تایپ کن، یا همه رو آره با همه رو به فینگلیش برام بفرست که بتونم جوابتو بدم. عالی بود ویدیو سیاه، با اینکه خیلی حرفها پخته نبود ولی هدف از صحبت و بررسی این موضوع قابل ستایش. مرسی. علتش هم اینه که پخته نبود، تازه خیلی ها با من مسیج دادن گفتن خیلی دیگه من لفتش دادم، ولی حالا من اتفاقا به همون هم این جواب دادم که برای خیلی ها به اندازه کافی من حتی بازش نکردم و برای خیلی ها ممکنه من خیلی زیاد راجع به یک چیزی تکرار کردم، چون همه انسان ها با هم درکشون فرق میکنه بر اساس جایی که ما الان وجود داریم، درکمون از حقیقت متفاوت خواهد بود. در نتیجه درست میگید، برای یک سری ها به اندازه کافی واز نشد، برای خیلی ها ممکنه زیاد واز شده بوده. تنها کاری که من میتونم بکنم اینه که همونجوری که بهتون گفتم تجربه هامو همونجوری کماکان در اختیار بقیه هم بگذارم. امیدوارم که براتون به اندازه کافی باشه. اگر هم حس میکنید زیاده میتونید این ویدیو رو نبینید، یا اینکه میتونید برید جلو. مدارک سازمان سیاه چیه؟ که من یه ویدیو راجع به این گذاشتم که میتونید روی یوتیوب برید ببینید، یک قسمت خیلی کوتاهش رو ما داشتیم راجبش صحبت میکردیم که راجب مرگ بوده. پس اینجوری که من فهمیدم تو به جای خدا طبیعت رو میپرستی و به اون جان دادی و هوشمندش کردی. اصلا طبیعت هم جزو طبیعت هم مثل منه، منم مثل طبیعتم، من به طبیعت هوش ندادم، همون اندازه که من هوش دارم همون اندازه هم طبیعت هوش داره، همون اندازه ای که
و همه ما به هم وصلیم، مثل اینی که من بگم که مثلا قلب من مهمتر از کلیه های منه، نه، همشون مهمن، همشون هم یک هدف دارن توی بدن، هدفشون هم اینی که بدن رو کار بندازن. توی جهان هستی هم تمام قطعه های کوچیکی که کنار هم قرار میگیرن همین یک هدف دارن و هدفشون اینی که تجربه کنن همین. و خدا در واقع، حالا اگه اون ویدیوی دو تا ویدیویی رو که من دارم راجبش صحبت میکنم و بری ببینی، شکو جان، فکر نمیدونم اون شکو اسمت یا فامیلت، ولی اگه اونو ببینی بیشتر به جواب شاید نزدیک خواهی شد. سانی جان، من آردی خلاصش هم گفتم، منتها چون نمیخوام وقت رو بگیرم الان من قطع میکنم، ویدیو رو دوباره سیو میکنم که میتونی برگردی و اونو ببینی. بهنام جان، ما در مورد، حالا این فراتر از بحث امروزمونه، ولی چون میخوام با این دیگه بحث رو تموم بکنم، در مورد ترنس ها هم چند وقت پیش مهتاب عزیز اومده بود و قرار بود که ما با همدیگه یک سری صحبت ها راجع به ترنس ها داشته باشیم که حالا به دلایلی که توی ویدیو خواهید دید موفق نشدیم، ولی صحبت های جالبی کردیم. اون ویدیو رو میذارم و بعد از اون ویدیو قرار شد که مهتاب دوباره برگرده و با هم یک پرسش پاسخ داشته باشیم در مورد ترنس ها، که امیدوارم در اون قسمت بیایی و بتونیم سوالت رو جواب بدیم. نظرت راجع به چشم سوم چیه؟ میشه بازش کرد آیا؟ آره، چشم سوم در واقع اسمش هست third eye chakra، که این انرژی سنتر ششم بدن انسان هست، چون هفت تا انرژی سنتر مهم توی بدن هست که این ششمیه و کاملا حس چشم سوم رو میشه باز کرد. برای خیلی ها هست که بازتر از بقیه هست، برای خیلی ها بسته تره. اونم یه ویدیوییه که کیارش جان من حتما راجبش مفصل باید صحبت بکنم. یکی از چیزهایی که باعث میشه چشم سوم انسان ها باز نشه استفاده از فلورید که توی خمیر دندون ها هست و توی آب انسان ها میکنن، که دولت ها و گاورمنت ها مدت های طولانی این کار رو دارن با انسان ها میکنن، تو آب خوردن شرب دارن فلورید میریزن و توی خمیر دندون ها که مدام استفاده میکنیم، و این خمیر دندون ها و فلورید به طور علمی نشون داده شده که باعث میشه که پاینیو گلند یا پینیو گلند که یک قده کوچولو هست این وسط، توش کریستال درست میشه، کریستال هایی که مثل سنگه، و اون کریستال ها باعث میشه که این چشم سوم ما نتونه درست کار بکنه و انرژی ها رو تشخیص بده. در نتیجه اگه میخواین رو چشم سومتون کار کنید و وازش کنید و قدرت های انرژیتون رو واز بکنید که انرژی هاتون با هم دیگه در ارتباط باشه تو بدن خودتون، یکی از اولین کارها و موثرترین کارهایی که میتونید بکنید اینه که فلورید رو از سیستمتون کاملا بکشید بیرون، که من خودم الان یه چیز حدود 3 سال این کارو دارم میکنم. من دیگه به هیچ عنوان فلورید استفاده نمی کنم. این یک نصیحت پزشکی نیست، هر انسانی باید تصمیم خودش رو بگیره، ولی من این تصمیم رو گرفتم که حاضرم دندونم خراب بشه، مثلا بخاطر اینکه اونم هیچ اویدنس خاصی براش وجود نداره مدرکی، ولی دوست ندارم که چشم سومم رو از دست بدم بیشتر از اون چیزی که تا الان دادم. دکتر به خدا انتقاد نداری؟ به نظرت این کره زمین که سیاره منظومه شمسی رو کی به وجود آورده؟ من راجب تها جان، راجب این سوالی که الان کردی پیشتر توی همین برنامه صحبت کردم، اگه اجازه بدی دیگه واردش نشم. من این ویدیو رو که قطع کنم میتونی بری و همین ویدیو رو جوابت رو توی سوال پیدا کنی، ولی من نگفتم به خدا اعتقاد ندارم، من گفتم که به خدا به معنایی که شما فکر میکنید اعتقاد ندارم، و الا 100%
مثلا نمیشه که سیستم هایی که ما داریم توی زندگی میکنیم و حسن سیستم خودمون همینجوری که به وجود نیومده، حتما یک کسی هست که اینا رو درست کرده و اون کسی که اینا رو درست کرده ما هم از همون هستیم. تفاوت من با تفاوت فکرهای دینی مذهبی اینه که خالق ما یک چیز جداتر از ما نیست، ما خودمون خالق هستیم که در این شکل و فرم، حالا یا در شکل انسان یا در شکل کره زمین یا در شکل جهان هستی یا در شکل منظومه شمسی به وجود اومدیم، متأ همه اینها یکیه. من فکر میکنم که اوکی، سوال آرمینم به عنوان آخرین سوال جواب بدیم و بچه صحبت امروز رو ببندیم. ببخشید سوالم این بود که سورس، آخ بازم این سوالت تکمیل نیومده آرمین، که سورس معتبر برای مدیتیشن میتونید معرفی کنید؟ من یک سالی که مدیتیشن انجام میدم ولی هیچ نتیجه. آها اوکی اوکی، حالا فهمیدم چی میگه آرمین. ببین سورس های معتبر برای مدیتیشن خیلی زیادن ولی همه به زبان انگلیسی هستن. من هنوز نتونستم به فارسی پیدا بکنم. نزدیکترین چیزی که من تونستم توی فارسی پیدا بکنم ماجرای آی طاهری هست و عرفان حلقه، که هنوز زیاد من خودم تحقیق نکردم، یک ذره راجبشون اطلاعات گرفتم که فقط یک نوع مدیتیشن رو دارن یاد میدن توی عرفان حلقه. منتها مدیتیشن همونجوری که من پیشتر تو صحبت‌های اینجا گفتم بسیار نوعای مختلف داره. مثلا مدیتیشن حدود بالای 80 نوع مختلف هست که میتونید شما مدیتیت بکنید. یک نوعش هست که در اتصال عرفان حلقه داره به طور جالبی تدریس میشه و همون یک نوع هم خیلی مؤثره، اینو باید گفت. ولی یکی از کارهایی که من دارم میکنم اینه که من دارم الان خودم مدیتیشن های متفاوت رو هی تمرین میکنم و به زودی ویدیوهایی درست خواهم کرد راجع به موثرترین تکنیک هاش که بهتون اون تکنیک ها رو با اشتراک خواهم گذاشت که اگر شما هم دوست دارید بتونید حتما بدون اینی که بخواین اشتباه و خطاهای منو انجام بدید. چون ببین خیلی مدیتیشن هم شده مثل بیزنس الان و همونجوری که من داشتم توضیح میدادم خیلی ها دارن از مدیتیشن میخوان به عنوان ابزار پولسازی استفاده بکنن که اونم اشتباه است. مدیتیشن یک حقیه که حق تولد همه انسان ها هست، با تولد انسان به شما هدیه میشه و مثل اینی که یه نفر به شما بگه بذار من بهت یاد بدم چطوری قلبت باید بزنه، خونت تو بدن جریان پیدا کنه، نمیشه. شما اگه اطلاعات پایش رو داشته باشید که درست چطوری باش برخورد بکنید بقیهش خودش تپ 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 انجام میفته. منتها ما به خاطر اینی که هیچ وقت بهمون از بچگی تدریس نشده این اطلاعات رو از دست دادیم و دقیقا مثل این میمونه که من به خیلی ها میگم، مثلا شاید دیده باشید دور و برتون اگه یه نفر دستش بشکنه و مثلا دستش رو گچ بگیرن، درسته؟ شما مثلا اگر ساعدتون بشکنه خب و ساعدتون رو گچ بگیرید، چون که آرنجتون هم میذارن توی گچ، دیدید که طرف مثلا دستش همش اینطوریه، درسته؟ این آرنجش صدمه ندیده، اما به خاطر اینکه یک ماه دست شما رو گچ میگیرن، وقتی که گچ دستتون رو باز میکنن دیگه دستتون رو نمیتونید باز و بسته بکنید، باید حتما برید فیزیوتراپی. چرا این اتفاق میفته؟ شما آرنجتون مشکلی براش پیش نیومده بوده، به خاطر اینی که اگر که استفاده نکنید از قدرت‌های بدنتون از دستش میدید. شما اگر 50 سالتون هم باشه همش دستتون رو باز و بسته میکردید، یک ماه استفاده نکنید خشک میشه و نمیتونید دیگه تکونش بدید. فکر کنید ما هر سنی که الان هستیم، شما دارید این ویدیو رو میبینید، از اول زندگیتون تا الان نه یک دفعه مدیتیت کردید نه از چشم سومتون استفاده کردید. یعنی به خاطر اینکه بتونید اینا رو استفاده بکنید باید اون فیزیوتراپی رو برید که دوباره راه بیفتید، ولی وقتی که راه بیفتید دیگه بسیار براتون راحت میشه و اصلا لازم نیست بهش فکر بکنید. و اون پروسه فیزیوتراپی رفتن هر پروسه ایه که یه خورده صبر لازم داره که بتونید بهش برسید. یه چیزی که فقط راجع به عرفان حلقه من میخوام بهتون بگم اینه که من هنوز خودم راجع بهش زیاد اطلاعات ندارم، ولی به طور کل توی زبان فارسی عرفان رو همیشه به یک مرحله فراتری از مذهب میگن و از لحاظ من هر
سیستمی که هنوز بر اساس مذهب به چرخه، سیستم کاملی در سیستم اسپریچوالیتی و مدیتیشن نمیتونه باشه، نمیتونه باشه، به خاطری که مذهب ها هیچ کدومشون در اون به نهایت اوج اون نرسیدن. ولی من قضاوت نمیخوام بکنم، عرفان حلقه رو میخوام خودم بیشتر راجبش تحقیق کنم و یکی از هدفام اینه که الان شنیدم آیتایی و خانواده تورنتو هستن و خیلی دوست دارم که باهاشون یه ویدیو داشته باشم که در صدد اینم که ازشون دعوت بکنم بیان و بیشتر ازشون من یاد بگیرم که من ببینم که عرفان حلقه چی داره که به انسان‌ها هدیه بده، چون مطمئنم که خیلی چیزهای خوب توش هست. شهرروز فرهمند استاد مدیتیشن و بسیار عالی هست، من نمیشناسم و اگه میگید خوب هستن حتما خوب هستن، باید من بهشون بیشتر نگاه بکنم. وای چه پیانوی خوبی. بله بچه ها، من بهتون گفتم راجع به شمشم سوم هم حتما بهتون اطلاعات خواهم داد وقتی که اطلاعات بیشتری بگیرم. ساری دارم جواب دارم سوالاتون رو نگاه میکنم، حتما بیشتر اطلاعات بگیرم بهتون بیشتر اطلاعات میدم. راجبش سوم من خیلی آردی تحقیق کردم که میتونم بهتون توی یه برنامه به زودی بدم اطلاعات بیشتری رو، و پیشنهاد بهتون میکنم همتون حتی اگر که نمیخواین مدیتیت بکنید، چشم سومتون رو تمیز بکنید، پاینیال گلندتون رو، یعنی غده پینیال یا پاینیال هست که توی مغز هست بهش میگن، بهتون پیشنهاد میکنم این رو دیکریستالایز بکنید، کریستالاشو با از بیرون با بیرون کشیدن فلورید از تغذیهاتون تمیز کنید که بتونید حس ششمتون رو قوی بکنید. تا حالا دیدید وقتی که یه انسان میاد جلوتون و اصلا تا حالا نمیشناسیدش، یه حس خوب بهش دارید یا اینکه یه حس خوبی بهش ندارید؟ اون دقیقا حس ششمتونه که از ثرد آیتون میاد، انرژی طرف رو دارید میگیرید و این جزو در واقع حقهای بنیادی انسانیتون هست و حتما باید ازش استفاده کنید. جالبش به این که تو خانوم ها این خیلی قوی تر از آقایونه، به خاطر همینه که خانوم ها همیشه خیلی معمولا تو حساشون قوی هن. مثلا من به این حس خوبی ندارم یا به اون حس خوبی دارم، خانوم ها خیلی قوی ترن تو این ماجرا، که اون هم به دلایل متفاوتی اتفاق میفته. منتها همیشه اینطوری نیست، به طور مجتمع و به طور کل دارم میگم، ولی تمیز کردن یا دیکریستالایز کردن کریستال زدایی پاینیال گلند بسیار مؤثره و به همتون پیشنهاد میکنم اون کار رو انجام بدید. بهتون ستاره خانمم نشون دادم که داره پیانو میزنه. خب بچه ها، من برم به بقیه ماجرای امروزمون برسم. اینجا اومدیم یه آخرین روز کاتجمونه، با اجازتون ما رفع زحمت بکنیم. خیلی خیلی همتون رو دوست دارم و واقعا ممنونم که تا اینجای صحبت رو با ما بودید. یادتون باشه برنامه متفاوت پادکستش رو هم میتونید به صورت آدیو از اسپاتیفای و آیتونز گوش بدید و هم به صورت تصویری ببینید روی یوتیوب، که من بهتون حتما پیشنهاد میکنم. و یک سیستم جدیدم اومده که به صورت ویدیویی ما به زودی بهتون معرفی خواهیم کرد. اسمش هست iView، یه اپلیکیشن جدیده که بدون فیلتر شما میتونید با سرعت بالا ویدیوهای ما رو ببینید. تا فکر کنم حدود یک هفته دیگه باید امیدوارم آماده باشه، که من هم بسیار مشتاقم اپلیکیشنش بیاد و بتونیم با شما در اشتراک بگذاریم. خیلی همتون خوبید، یادتون باشه همتون خدا هستید، نذارید هیچ کسی تو این جهان هستی بهتون بگه که شما چی هستید و چی نیستید. شما بی‌نظیر هستید، شما
پرفکت هستید، شما هر چیزی که بخواید میتونید باشید. و واقعا دوست دارم که اینو از تمام قلبم بتونید حس بکنید خودتون، و تا وقتی که حس بکنید شما از طبیعت جدایید و از خدا جدا هستید و بین اینها فاصله بگذارید، نمیتونید به این آرامش درونی برسید که همه ما یکی هستیم و هممون وجود داریم و هممون حق داریم و هممون آرزوهامون قشنگه توی هر لولی که باشه. خیلی میخوامتون، مراقب خودتون باشید بچه ها.